بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه وعلى آبائه فی هذه الساعة وفی کل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا فاطمة الزهراء، يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، فقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. بینندگان گرامی که خوب مستحضر هستند، چندین جلسه است درباره خطبه بانوی دو عالم حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا به زنانی از مهاجرین و انصار که برای عیادت این بانو به منزل ایشون آمده بودن ایراد شد. این خطبه خطبه طولانی نیست، از ابتدا تا انتهای خطبه شاید حدود 10 دقیقه یک ربع بیشتر زمان نگرفته باشه، اما حاوی نکات فوق العاده مهم و از جمله این نکات بحث‌های جامعه شناسی است که حضرت صدیقه سلام الله علیها در این بیانات مطرح فرمودند. زیبایی کلام در این است که حضرت به وسیله استشهاد با آیات قرآنیه این زیبایی ها رو مضاعف و دوچندان فرمودند. بحث بر سر آن بود که مردمان بعد از پیغمبر اکرم در آن آزمایش بسیار سخت و دشوار واقعا فرو غلطیدند و از امتحان الهی سربلند بیرون نیامدند. تمام سخن فاطمه زهرا هم همینه. در ضمن بیاناتی که فرمودند این نکته را هم اضافه کردند که اگر این کار را نمی کردید و اگر علی را یاری می کردید که به حق خودش دست پیدا بکنه، وضع زندگی شما چگونه بود؟ جز آن که این پیشوای بزرگوار از این مسئولیتی که بر عهده می گرفت غیر از مسئولیت چیزی عاید او نمی شد. از دنیای شما هیچی عاید او نمی شد. به خاطر این قضیه که از شما منفعتی ببرد و از دنیای شما زیر بار مسئولیت نمی رفت، اما شما قبول نکردید و سراغ دیگران رفتید و بعد فرمودند که او از دنیای شما در همین حد، ولا یحظى من الدنیا بالنائل غیر ری الناهل و شبعة الکامل یا شبعة الکافل. و اینشون امیرالمومنین سلام الله علیه از دنیای شما به مقداری آب که او رو سیراب بکنه و جز مقدار اندکی نان هیچ چیز دیگری را طلب نمی کرد. به دنبال این ماجرا اون وقت حضرت مطلب دیگری رو ایراد فرمودن، و لبان لهم الزاهد من الراقب و ساد و من الكاذب. اگر علی زمامدار امور می شد در آن هنگام شما به وضوح می دیدید که زاهدی که از دنیا بسیار اندک بر می گیرد کیست و آن کسی به دنیا رغبت داره و برای کارهای دنیا داره تلاش می کنه او کیست. در آن میان بر شما ثابت می شد راستگو کیست و دروغگو کدام است. این بحث رو حضرت فرمودند و ما با توجه به این فرمایش این بزرگوار نگاهی ولو بسیار سریع و گذرا به زندگانی امیر مؤمنان و پیشوای متقیان عالم حضرت امیر المؤمنین سلام الله علیه می پردازیم تا ببینیم که این کلام حضرت زهرا چگونه توسط خود حضرت امیر هم تأیید می شود و
قدرت پیدا بکند. در نامه 45 نهج البلاغه که خطاب به عثمان ابن حنیف امام مرحوم فرموده بودند، داستان عثمان هم فقط این بود. ایشون استاندار حضرت در بصره بود و در یک مجلس سور و مهمانی او را شرکت کرده بودند و او هم در آن مجلس حاضر شده بود. در آن مجلس سور و مهمانی صدای علی بلند میشه، نامش به سوی عثمان ابن حنیف میرود که شنیدم مجلس بودی. در اون مجلس اغنیا و ثروتمندان راه داشتند و بینوایان و ناداران هیچ نوع بهره‌ای نداشتند. توضیح بده برای چی در اون مجلس حاضر شدی؟ مجلسی که مشخصش این است که خاص ثروتمندان بوده. اگر در آن مجلس رفته ای تا به تو باجی بدهند که باطلی را حق جلوه بدی که وای بر حال تو، اگر رفته ای که حقی رو اقامه کنی که حق برای اقامه شدن نیاز به سور نداره که. این ابتدای نامه است. بعد میاد پایین و نصایح امیرالمومنین علی علیه السلام شروع میشه تا خطاب به عثمان ابن حنیف این مطالب را فرمودن: اعقن عام نفسی و ان یقال امیر المؤمنین ولا اشارکهم فی مکاره الدهر. امام فرمودند بعد از سه تا خلیفه که آمدند به زور قصب کردند و در میان این سه خصوصا سومین آنها که اصلا بساط اشرافی و تجملی را انداخته بود کلش، یعنی عثمان، حالا من آمدم، من در حالی زمام امور رو در اختیار گرفتم که وضعم این گونه بود که بسیاری از مردمان صاحب حداقل زندگی نبودند و لذا عثمان ابن حنیف تو که رفتی در اون مجلس شرکت کردی مطلب را بدان، من باید به گونه ای زندگانی کنم و کسانی که همراه با من هستند و شیعه منند که ناداران و بینوایان از این گونه زندگی کردن بسیار رنج نبرند، بگویم پیشوای ما هم داره همین جوری زندگانی میکنه. وقت این جملات عبرت آمیز رو که واقعا تکان میده انسان رو، اغنا من نفسی بان یقال امیر المؤمنین ولا اشارکهم فی مکاره الدهر، آیا برای خودم به همین مقدار قناعت بکنم؟ به من گفته شود امیر المؤمنین، اما در گرفتاری ها و سختی های زندگی با مردمان شرکت نداشته باشم، فقط دلم خوش باشه به من امیر المؤمنین گفته می شود. لو شئتو لحددیتو طریق الى مصفا هاد الاسل و لباب هاد القمح و نسائج هاد القز. ای عثمان ابن حنیف، نه این که من ناتوانم، خوب میتونم برای خودم بهترین زندگی رو درست بکنم. اگر میخواستم این کار رو بکنم میرفتم و عسل صاف و پاک برای خودم تهیه میکردم، اگر میخواستم این کار رو بکنم از مغز گندم برای خودم نان درست میکردم، و اگر میخواستم این گونه زندگانی بکنم لباس ابریشمین میپوشیدم. اینا رو میتوانستم. ولیکن حیات ان یغلبنی هوای و یقودنی جشعی الى تخیر الاطعمه و لعل بالحجاز او الیمامه من لا تمع له فی القرص ولا اهد له بالشبع. ولی حیات دور باد اینکه هوای نفس علی بتواند بر علی حاکم بشود و من تمام و اشتهایم هرس بر من مستولی شود و چه بکنم این هرس مستولی شده بر من مرا مأمور کند و مرا مجبور بسازد که برم بهترین غذاها رو برای خودم تهیه کنم. اما این کار رو نمی کنم. چرا نمی کنم؟ و لعل بالحجازه اول یمامه من لا تمع له فی القرص ولا عهد له بالشبع. چون هر آینه این امکان وجود داره که در سرتاسر مملکت اسلامی که من هستم و من دارم فرمان روایی و حکمرانی میکنم، در سرتاسر مملکت پهناور
ممکنه فردی باشد، ممکنه کودکی باشد در حجاز، در یمامه، که این سر گرسنه بر زمین بگذارد و هرگز به خویشتن در زندگیش سیری را ندیده باشد. او عبیت و مبتانن و حولی بطول غرفا و اکباد هر را. یا اینکه من علی ابن ابی طالب شب هنگام در منزل خویشتن سیر بخوابم، در حالی که گرداگرد من شکمهای گرسنه است و کبدهایی هست که اینا به خاطر نبودن آب خوش شده است. آری، شخصیتی که حضرت زهرا او را این گونه توصیف می‌فرماید، خود نیز خود را این گونه توصیف می‌کند. زهرا همراه علی و همسر علی بوده، با علی زندگانی کرده، علی رو خوب می‌شناسه. تأسف و تأثر حضرت زهرا به خاطر علی ابن ابی طالب نیست. در جلسات پیش هم عرض کردیم علی چه در منزل بنشیند، چه بر مسند حکم بنشیند، چه در میدان جنگ و نبرد با دشمنان خدا شمشیر بکشد، چه در مقام قضا بنشیند، علی در هر حال علی ابن ابی طالبه. این مقامات و مناصب به علی هیچ چیز اضافه نمی کنه. آنچه که باعث تأسف می شود وضع دین خداست، که بعد از پیغمبر اکرم باید یک مسیری رو طی می کرد که این مسیر مسیر صافی بود، این مسیر مسیر راهواری می شد برای مردمان. اما متاسفانه دنیا پرستان و جاه طلبان نگذاشتند که این مسیر جاده صاف بشه برای رهسپاری مردم به زعامت و پیشوایی مولانا امیرالمومنین علی علیه السلام. اینان گم کردن، مقصد و گم کردن، مردم رو از راه منحرف کردن. مردم هم بندگان دنیا، بندگان دنیا، به قول حضرت ابا عبدالله الحسین که جانم به قربانش، الناس و عبید و دنیا و دین لعقن علا السنتهم یحوتونه ما درد بهی معایشهم فاذا محسو بالبلاغ قلت دیانون. مردم بندگان دنیا هستن و دین هم براشون مطلوبه، براشون جذاب است، مادامی که بر روی زبان اونها شیرین باشه. اما اون زمانی که دین قرار شد به زندگیشون لطمه‌ای بزند، چیزی از دنیاشون رو به خاطر دینشون بدهند، اون وقت قلت دیانون، دینداران کم و کم و کم میشوند. این مطلبی است که حضرت در این قضیه بیان فرمودن حضرت ابا عبدالله علیه السلام، و ما نمونهش رو در تاریخ اسلام فراوان میتوانیم دریابیم که مردمان بندگان دنیا هستند. امیرالمومنین اگر بر زمام تسلط پیدا میکرد، زمامدار میشد، وضع مردم به گونه دیگری میبود، وضع مردم به صورت دیگری میبود. مردم جاده صاف رو طی میکردن میرفتن، مردم هر روزشون از روز گذشتهشون بهتر میشد. اما این مطلب اینجور نشد. آنانی که در کمین نشسته بودند، آنچه خواستن کردند، آنچه را که نباید می کردن کردند. تأسف حضرت زهرا هم در میان همین قضیه است، همین مطلب است که چرا نکردید، چرا در این میان یاری علی ابن ابی طالب نکردید، چرا شمشیراتون برای یاری علی کند شده بود، چرا نیزهاتون سوراخ شده بود، چرا به میدان نیامدید و از حق علی ابن ابی طالب دفاع نکردید شما؟ این دفاع کردن از حق علی ابن ابی طالب به منفعت و نفع خود شما بود. چرا آن زمانی که به خانه وحی هجوم آوردن نامردمان تکان نخوردید؟ دیدید دختر پیغمبر را چگونه اذیت کردن و آزار کردن، اما حرکت نداشتید، حرکتی نکردید شما. این همه را حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان بیان تأسفات عمیق خودش، تأثرات عمیق خودش
نسبت به وضع امت پیغمبر بعد از پیغمبر اکرم بیان کردن، همان گونه که عرض کردم در این میان کسانی که زیان بردند فقط مردم بودند، مردمی که اگر دنبال علی راه می رفتن این مسیر را بهتر طی می کردن، اما نکردن و شد آنچه شد که دل فاطمه زهرا را هم به درد آورد. بقیه صحبت انشاءالله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.